با عقب نشینی هزاران سرباز روز از شمال و شرق اوکراین واحدهای مینچینی روز دوشنبه به پاکسازی روستاها از مواد ترکنده آغاز کردند. ویدیوهایی که رویترز به دست آورده است کاری آنها را نشان می‌دهد، هرچند واقعیت این نوارها را مستقلانه تصدیق کردن ناممکن است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت از زمان آغاز عملیاتی جوابی در همین ماه نیروهای اوکراین هزاران کیلومتر مربع را از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند. از آغاز ماه سپتامبر سربازان ما 6000 کیلومتر مربع خاک اوکراین را در شرق و جنوب آزاد کردند و به پیش حرکت میکنند. عقب نشینی روسیه در شمال و شرق کشور از جمله از پایگاه اساسیش در روز شنبه یک شکست سخت از زمان آغاز جنگ به حساب می رود. ولی نیروهای روسیه هنگام عقب نشینی با موشک به ایستگاه‌های برقی ضربه زده مردم را از نیروی برق محروم کردند. رئیس ولایت خارکوف گفت کمش یک نفر کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. مسکو حمله ها را شرح نداده است ولی در گذشته می گفت که غیر نظامیان را هدف نمی گیرد. ولادیمیر زلنسکی از غرب خواست انتقال اسلحه را صورت بخشند تا سربازان کشورش قلمروهای بیشتری اوکراین را از دست نیروهای روسیه بازپس بگیرند. دیروز و امروز ارتش روسیه به زیربنیات‌های برقی اوکراین ضربه زد. صدها هزار اوکراینی ها به نیروی برق و در تاریکی ماندند. بناها، شفاخانه و مکتب ها و زیربنیات های کامونالی. امریکا و شریکانش با ارزش میلیاردها دلار به اوکراین اسلحه دادند که به گفته کیف برای مانع شدن به پیشروی نیروهای روسیه کمک کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفت نیروهای اوکراین با مدد غرب پیشرفت‌های چشمگیری کردند. آنچه آنها انجام دادند نتیجه برنامه ریزی روشمندانه بود. البته از کمک چشمگیری امریکا و کشورهای زیادی دیگر بهره بردند که میکوشند اوکراین تجهیزات لازم برای عملیات جوابی را داشته باشد. روسیه از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه تقریبا 5/1 خاک این کشور را اشغال کرده است. مسکو این جنگ را عملیاتی مخصوص برای غیر نظامی کردن و پاکسازی آن از فاشیستان می نامد.